پایگاهگیری ارتش پاکستان در بکران. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ رسمی خود چنین نگاشته است: پایگاهگیری ارتش پاکستان در بگرام. اطلاعات میرساند که 5000 افسر و تفنگدار پاکستانی در میدان هوایی بگرام جابجا شدند و برنامه دارند در میدانهای هوایی شندن و شورابک نیز نیروهای پاکستانی را جابجا کنند. در همین حال عملیات برای ادبیات و مناسبت نشر اصول اساسی امارت اجنبی. گزارشنامه افغانستان در پست دیگر: آنچه احمد شای مسعود گفت نشنیدیم. روایتی از محمد حسین جعفری. روزی در خط مقدم جنگ با طالبان بود و در حالی که عملیات را هدایت میکرد و اینکه توپخانه کدام قسمت را هدف بگیرد، ناگهان بحث ما در مورد شعر کلاسیک و سپید بالا گرفت. او خیلی از شعر سپید و شهر نو خوشش نمی آمد و من برایش دلایلی آوردم و نمونه های از شعر سپید افغانستان را خواندم. وی خیلی خوشش آمد و بحث خیلی جدی شد و در عین حال جنگ هم به شدت ادامه داشت و او باید عملیات را هدایت می کرد. ژنرال ها و فرماندهان نظامی جمع بودند و مرتب اشاره می کردند و می گفتند بحث را تمام کن که عامر صاحب باید عملیات را هدایت کند، ولی عامر صاحب ادامه می داد و سوال می پرسید و من پاسخ می دادم و این بحث تمام نمی شد. عاقبت ملا قربان را که خیلی به مسعود نزدیک بود متقاعد کردند به احمد شای مسعود بگویید بحث را تمام کند و این نزدیک ما آمده و گفت: عامر صاحب، شما به فکر ادبیات هستید نه عملیات. قهرمان ملی افغانستان در پاسخ ملا قربان گفت: مگر نمی فهمی که کلگی تمام این عملیات از خاطر برای ادبیات است. در همین حال اشرف غنی روز فرار رهبران سیاسی را در تیاره قید کرده بود. استانگزی و حامد کرزی با تماس با ملا ضعیف و وزارت خارجه پاکستان پیوسته در تلفن صدا می زدند که با طالبان بگویند که به سرعت کنترل پایتخت را بگیرند تا و غیره و غیره. ادلا رسیده به گزارشنامه افغانستان مشهر است که روز اشغال کابل توسط طالبان در یک ماه پیش، برنامه اشرف غنی و شرکای این بود که همزمان با فرار خودشان از ارک، تمام سران سیاسی و قومی شمال را در یک تیاره در بحث به طالبان شبکه حقانی تحویل دهند. منابع مقاومت میگویند که این برنامه توسط غنی و کرزی تهیه شده بود که شبکه حقانی موفق شود همه نخبگان اقوام را در اختیار خود داشته باشد. همان روز سیاسیون و مقامات دولت و پارلمان و دیگر نهادها 4 ساعت در بین تیاره محبوس بودند و از طریق تلفن هایشان از داخل تیاره به انگلیس و پاکستان و ایران پیوسته پیام می دادند که ما را تحویل شبکه حقانی می دهند. فشارهای انگلیس و ایران و دیگر کشورها سبب شد که تیاره حامل رهبران قومی و سیاسی بعد از 4 ساعت اجازه پرواز به اسلام آباد دریافت کند. در خبر آمده است که این رهبران در حالی در پاکستان پیاده شدند که لشکرهای نیابتی آن کشور خود به عنوان فاتحان کابل در خیابانها و جاده های رجمی رفتند. حکومت پاکستان به رهبران پناهنده شده و رنگ زرد کمترین اهمیت قائل نشده بود. عکس هایی که در شبکه های اجتماعی همه رسانی شد، چهره های خسته و مشخوش آنان را در دهلیز های مقامات رعمیان پاکستان نشان می دادند. در خبر واصله به گزارشنامه افغانستان به استناد اطلاعات مقاومت ملی آمده است که اشرف غنی تا رسیدن به امارات مرتب با فرماندهان شبکه حقانی در تماس بوده و معصوم استانگزی به نمایندگی از وی به پروسه تحویل دهی نهادهای دولتی و شبکه حقانی را دنبال می کرد. استانگزی و حامد کرزی در تماس با ملا ضعیف
و وزارت خارجه پاکستان پیوسته در تلفن صدا می زدن که با طالبان بگویند که به سرعت کنترل پایتخت را بگیرند تا نیروهای شمال نتوانند برای دفاع از کابل نیروهای وفادار به خودشان در 3 سکتور دفاعی و امنیتی را در پایتخت مستقر کنند. منبع اطلاعاتی مقاومت ملی میگوید که آقای کرزی اکنون در خسر خانگی است. در همین حال بعد از 280 سال هنوز میگویند دختر مکتب برود یا نرود. بعد از 280 سال هنوز مسئله پشتون ها این است که دخترها مکتب بروند یا نروند. گزارشنامه افغانستان در پست دیگر. یا آن لودگی امان الله خان یا جمود وحشیانه اختلافش، هنوز مسئله شان این است که زنان حق دارند یا ندارند درس بخوانند یا نخوانند، موسیقی باشد یا نباشد. با اینها چگونه میتوان یک جا زندگی کنیم؟ اینها بیرق سفید را بلند کردند، پروای زبان و هویت و فرهنگ و مذهبی هیچ قوم دیگر را ندارند، اما یک عده از تاجک ها خود فروخته و بزدل هنوز نگران بیرق سی رنگ ظاهر شاهند که در کنار بیرق مقاومت باشد یا نباشد. هنوز نگرانند که اگر یک پشتون اینها را مشروعیت نبخشد در بیابان سیاسی گارک ها میخورندشان. نمیدانند ترس از پشتون ها چه وقت از سرشان پس میشود. بعد از این همه اتفاقات ناگوار و ضد انسانی هنوز منتظرند که باز یک ملا یا یک لیبرال پشتون رهبرشان باشد. سالها قبل یک دانشمند عربی کتابی نوشته بود با عنوان ترس از آزادی. یکی از مباحث مهم این بود که یک عده مردم یا اقوام یا طبقات اجتماعی از این که آزاد باشند میترسند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم.